زلیخا در آیله ای عبارت از 13 فرزند بزرگ شده است. او فرزندی دهم است. همه اشون مکتب میانه را ختم کردند و نتوانستند معلومات عالی گیرند. اتم نام ده تمیدوش یا چور تمیدوش. ممکن هر چور منانی نمیخونن یک تم نمیخونن کن. پدری زلیخا در خواجگی پومبه پروری بریگادیر بود. او تنها کار میکرد. خی زندگی قیم بود. مثال چخیل بدخی جگاری میخوردی و هین سبوستم خوردگی هستی. عذاب کشیدگی ما. فرزندان خانواده احساس میکردند که برای تامین خانواده بزرگ آنها باید از خوردی کار کنند. کاری کلخوز میکی امی 13 نفر. تاریخ های بگوی که پلی نبود که او هم بتی دوزنده شد. پلی نبود که او هم بتی داخل شد. فقط امی کاری کلخوز میکی. ای خیلی خدمت. پدری زلیخا 10 دختر و 3 پسر را خونه دار کرد. حالا هر کدام آیله خود را دارد. اکنون 78 ساله یا 6 ساله کار نمیکنه. تو امی 70 سالگیش میجم بیدتم. برای بسیاری بودیم. گفتم گشنه نمونم، تشنه نمونم. در سنت تاجیک فرزند عطای خداست و مانع تولد او شدن گناه است. تو به تشکیل آیله بردن فرزندان برای والدین سعادت است. اکه میگفت که ای عیبی سعودی بود میگفت مثال قدیم میزویدن یا که خیلی میدالی تیلوش میدودن داشت اگوچم چورتا داشت میدالی تیلو گفت 13 تا کردن میدودنش. زندگی در آیله سر فرزند زلیخا را برای تنظیم آیله خود تحریک داد. او با 4 فرزند اکتفا کرد. نخواستن زیاد تولد کنید؟ نه برای که آخی فکر کردم که همش بی سواد نشوند. امی کجای برای ای سواد را میتنگ کن. بی سواد دارانا میتنگ کن. خیلی هست بی سواد دانی کار با خوندگی دیگر. دختری بزرگش حالا در دانشگاهی سلاویانی تاجیکستان و روسیه تحصیل میکند. او میخواهد همه فرزندانش در دانشگاه تحصیل کنند. سرفرزندی نه همیشه مایه دستکوتهی و امکانیت های از دست رفته است. سعدی در آیله سرفرزند بزرگ شده است. از 6 پسر یکی در کودکی فوتیده و یکی هنرمند شد و 4 نفر معلوماتی عالی دارند. چون محیط ما محیطی بود که بسیار به علم و تحصیل توجه زیاد داشت، طبیعی است که در چنین محیط رقابت ها هم زیاد بودند و برادرای من هم میخواستن مثلا که دادر آنها یا برادر از هم خوردی آنها مثلا در تحصیلاتش در رقابت های تحصیلی در مکتب دست بالا باشند. به این خاطر با چند عامل من بسیار کمک میکرد در دوران کودکی و در دوران تحصیل در مکتب میان. سرفرزندی رو سعدی یکی از موفقیت های آیلهشان حساب میکند. از تأمین مالی خانواده و پیشبرد روزگار تا پشتیبانی از همدیگر. ما از یک جهت که زندگی ما خیلی تکیه بر مسائل کشاورزی و مالداری و این چیزا بود، داشتن فرزندهای زیاد از این لحاظ بسیار کمک میکرد. سعدی میگوید آیله سر فرزند محبت و اتفاقی رو به میان میورد. در این آیله ها محبت بیشتر است. کسی که در خانواده کلان تولد میشه و کلان میشه، این برای هر نوع مشکلات زندگی را مواجه شدن پخته تر به وای میرسد. در تاجیکستان خانواده ها سرفرزند هستند، اما پس از تصویب برنامه تنظیم آیله در 16 سال پیش شماره خانواده های سرفرزند به مراتب کاهش یافته است.